بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مدد. 86مین سال روز ولادت مولانا شاه کریم الحسینی را به تمامی خواهران و برادران ایمانی سراسر جهان تهنیت عرض می کنم و آرزوی بهترین برکات را در زندگی مادی و معنوی همه شما بدین مناسبت فرخنده دارم. مناسبت هایی که در دوره های مختلف تکرار می شوند از قبیل جشن مولود، عید امامت، عید غدیر و سایر مناسبت هایی از این دست خصلت تذکر دارند. آدمیزاده به طبع موجودی است فراموشکار و این نکته در قرآن هم آمده است که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما پیش از این با این آدمی عهد کردیم و او فراموش کرد و در او عزمی نیافتیم. آدمی محتاج تذکر است، هم در ابعاد زندگی مادی و هم در زندگی معنوی و روحانی، و تذکر چنان برای حیات آدمی مهم است که خود در زمره وظایف پیامبران است. و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، و یادآوری کن که یادآوری مؤمنان را سودمند می‌افتد. بسیاری از مترجمان قرآن البته این ذکر را به معنای پند و اندرز ترجمه کردند. برای اسماعیلیان فارغ از جنبه دنیوی که وجه مشترک امام با سایر انسان هاست، به شهادت آیه مبارکه انا بشرون مثلکم، سال روز میلاد امام وقت معنای عمیق‌تر نیز دارد. تولد امام وقت یعنی پدید آمدن جسمانیت امام در قالب زمان و مکان، یعنی عینیت هدایت الهی به معنای انضمامی و زمینی، نه فقط در معنای انتزاعی و مجرد یا روحانی و باطنی. این عبارات که در روزه تسلیم منصوب به خواجه نصیرالدین طوسی آمده است دلیل است بر این نکته و نقل می کنم. رحمت بزرگترین خدای تعالی بر خلایق پدیدار آمدن امام زمان است، چون خلق در میان خلق، تا خلق خدای را به او شناسند، حق معرفته، و به او خدای را طاعت دارند، حق طاعته. پایان نقل قول. این پدیدار شدن امام زمان چون خلق در میان خلق چیزی نیست جز ولادت دنیوی و مادی و اشتراک در جنبه‌های زمانمند و بشری حیات. اما چرا؟ می‌دانیم که مهمترین قاعده مذهب اسماعیلی امامت است، اما نه صرف امامت به معنای باور داشتن به مفهوم و معنای کلی، بلکه امامت در مصداق و در عمل و روز به روز و لحظه به لحظه. از این روز که رکن طریقه اسماعیلی باور داشتن به امامت امامی حی و حاضر و قائم و موجود از سلاله اهل بیت پیامبر و فرزندان حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا است. پیش از اینکه سخنی بیش از این بیفزاییم، سزاوار است به بخشایی از سخنرانی مولانا حاضر امام در پارلمان کانادا در سال 2014 درباره امامت از زبان خود ایشان گوش فرا دهیم که چکیده ایست جامع از نقش امام و ویژگی امامت اسماعیلی. This Ismaili imamat is a supranational entity representing the succession of imams since the time of the prophet. But let me clarify something more about the history of that role in both the Sunni and the Shia interpretations of the Muslim faith. The Sunni position is that the Prophet nominated no successor, and that spiritual moral authority belongs to those who are learned in matters of religious law. As a result, there are many Sunni imams in a given time and in a given place. But others believed that the Prophet had designated his cousin and son-in-law, Ali, as his successor. From that early division, a host of further distinctions grew up. But the question of rightful leadership remains central. In time, the Shia were also subdivided over these questions, so that today the Ismailis are the only Shia community who throughout history have been led by a living hereditary imam in direct descent from the Prophet. The role of the Ismaili Imam is a spiritual one. His authority is that of religious interpretation.
It is not a political role. I do not govern any land. At the same time, Islam believes fundamentally that the spiritual and material worlds are inextricably connected. Faith does not remove Muslims or their imams from daily practical matters in family life, in business, in community affairs. در این فراز از سخنرانی مولانا حاضر امام خلاصه ای می شنویم از کارکرد امامت و همچنین تاریخی موجز از آنچه که مولانا حاضر امام در طول سالهای امامتشان تا امروز برای جماعتش و مردمانی که این جماعت در میانشان زندگی می کنند انجام داده است. باز می گردم به نکته ای که در نقل قول از روضه تسلیم آوردم. حضور و وجود امام در میان مردم به شکل مردم بزرگترین رحمت و لطف خداست بر عالمیان و این رحمت رحمتی است واسعه، لطفی نیست که اختصاصی باشد یا تبعیض‌آمیز. از همین روست که یکی از مهمترین اصول امامت اسماعیلی همواره این بوده است که بهبود وضعیت زندگی جماعت اسماعیلی همیشه باید همنوا و همساز با بهبود وضعیت زندگی همسایگانش از هر مسلک و مذهبی باشد. بهبود وضعیت زندگی ما بدون ارتقای وضع زندگی همسایگانمان اخلاقا نارواست. و از همین روز که شبکه توسعه آقاخان در کنار مؤسسات جماعتی این دو وظیفه را همزمان به پیش میبرند. ذکر این نکته از این جهت مهم است که از نگاه عده‌ای در روزگار معاصر الهیات یا دیدگاه‌های مابعدالطبیعی جای خود را به نهادهای دنیوی برای توسعه و امور این جهانی دادند. آنچه از نگاه این ناظران دور افتاده است این است که ریشه و مبنای تمام این نهادها و مؤسسات امامت اسماعیلی تعهدی است به همان اصول اخلاقی دینی و الهیاتی که آدمی را عزیز و مکرم می شمارد. کوشش برای بهبود زیست مادی و معنوی آدمیان وظیفه صرفا دنیوی نیست، بلکه عین تعهدی اخلاقی و تکلیفی است اخروی. دنیای ویران برای آدمیان مقدمه و زمینه معقول و مناسبی برای آخرتی سعادتمند نیست. ایجاد دوگانه‌ای که در آن دنیا یکسره همه شر باشد و کسب ثروت پلید و گناه‌آلود و فقط آخرت مطلوب و پسندیده باشد برآمده از تقسیم بندی شتاب زده است که اعتنایی به تاریخ مسلمانان ندارد. کوشش های امامت اسماعیلی در تمام این سالها وقف پیشبرد این معنا شده است که در مسلمانی میان دین و دنیا توازنی لازم است. نه دین را باید پای دنیا قربانی کرد و نه دنیا را باید به بهانه جاودان بودن آخرت به بوته فراموشی و غفلت سپرد. درست از همین روز که در طریقه شیعه اسماعیلی این فهم از مسلمانی کلیدی است که ثروت و پرداختن به امور دنیا به خودی خود امری پلید یا مذموم نیست. چارچوب زیست اخلاقی است که اهمیت دارد. آدمی ثروتش را از کجا و چگونه کسب می کند؟ و خرج چه می کند؟ اینها دقیقا همان پرسش هایی هستند که در متن سنت مسلمانی بنای محاسبه نفسند در دنیا و آخرت. و در طریقه اسماعیلی امام وقت است که الگو و اسوه زیست اخلاقی است. امام وقت است که با هدایت و ارشادش و الگوی عملی زندگیش راه عبور جماعتش را از میان معضلات روزمره و انتخاب‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی روشن می‌کند. شمس جهان آرا عیسی به همه دنیا رسول الله مولود مبارک با یا نور رسول الله مولود مبارک با تو یک حیدر
عرفان تو مشعل جسم و جان تو یک حیدر عرفان تو مشعل جسم و جان ای کاشف صد احسان مولود مبارک با ای کاشف صد احسان مولود مبارک با ای شمس جهان دنیا ای شمس جهان آرا ای زیب همه دنیا یا نور رسول الله مولود مبارک با یا نور رسول الله دستی تو آبادان هر خانه کوهستان از دستی تو آبادان ای نبض همه دوران مولود مبارک با ای نبض همه دوران مولود مبارک با ای شمس جهان آرا ای زیب همه دنیا یا نور رسول الله مولود مبارک با یا نور رسول الله مولود مبارک با یا نور رسول الله مولود مبارک با امسال 86 سال روز ولادت مولانا حاضر امام است. 20 سال از این 86 سال در سایه امامت مولانا سلطان محمد شاه گذشته است و 66 سال از سایر این سالها ایام مبارک ارشاد مولانا حاضر امام بوده است و فایده یادآوری این عددها و ارقام برای ما از این جهت است که یک بخش ماجرا تاریخی است. در دوره امامت مولانا حاضر امام دستاوردهای جماعت چه بسا مهمترین دستاوردهای کل تاریخ جماعت اسماعیلی از آغاز تا کنون باشد. هم طول دوره امامت مولانا حاضر امام و هم ابعاد گسترده و عمق فعالیت‌های مؤسساتی ایشان در تاریخ جماعت اسماعیلی بی سابقه است. تمرکز بر آموزش، بهداشت، اقتصاد و فرهنگ نه تنها در گفتار بلکه در عمل و با ایجاد نهادهایی که کارشان توسعه و ترویج پیوسته این حوزه هاست دستاوردی است که پیش از این به روشنی وجود نداشت. تنها دوره ای از تاریخ اسماعیلی که شباهتی به چنین دورانی دارد دوره ای است که امامت اسماعیلی خلافت فاطمی را در اختیار داشت و نهادسازی در ظل نخستین و بزرگترین امپراتوری شیعی جهان اسلام تحقق پذیر بود. تفاوت بزرگ دوره فاطمی با دوره معاصر این است که شؤون زندگی بشری پیچیدگی های امروزی را از حیث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نداشت و تنوع و گستردگی جمعیت ها و پیشینه های مختلف فکری چنان نبود که منجر به این میزان از برخورد و تماس شود که در دنیای امروز با آن مواجهیم. جهانی شدن تنها یک بخش از تحولات روزگار معاصر است که در دوره های سابق وجود نداشت. کوچکتر شدن جهان، آسان‌تر شدن سفر، در دسترس قرار گرفتن فرهنگ‌ها و عقاید مختلف و متفاوت آدمیان چنان که گویی دیگری درست پیش روی من و شما ایستاده است و دیگر فاصله بعید از ما ندارد، نوع برخورد و رفتار ما را با دیگری تغییر می‌دهد. و این خود یکی از برجسته‌ترین نکاتی است که در 3 یا 4 دهه اخیر در کانون فعالیت‌های مولانا حاضر امام قرار داشته است. توجه به کثرت‌گرایی در عین توجه به هویت‌های فرهنگی و اعتقادی متمایز و متفاوت انسان‌ها. پرسشی بسیار ساده. چگونه می‌توان دیگری را جدی گرفت و برای او عزت و حرمت قائل بود و در عین حال باورهای متمایز و هویت‌های خاص خودمان را حفظ کرد؟
به زبان فلسفی تر چگونه میتوان کثرت‌گرا بود ولی نسبیت‌گرا نشد؟ این پرسش آسان نیست. در گفتار شاید آسان باشد، اما در عمل چالش‌های فراوانی ایجاد می‌کند. در سال 2016 مولانا حاضرامام در ضمن سخنرانیشان در مراسم دریافت جایزه شهروندی آدریان کلارکسون این نکته را گوشزد کردند که کثرت‌گرایی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های هویتی و اعتقادی نیست. از زبان خود مولانا حاضرامام بشنویم. Yet another dimension of the challenge has to do with the realities of human nature. We often hear in discussions of global citizenship that people are basically alike. Under the skin, deep in our hearts, we're all brothers and sisters, we are told. And the secret to a harmonious world is to ignore our differences and to emphasize our similarities. What worries me, however, is when some take that message to mean that our differences are trivial, that they can be ignored and eventually erased. And that is not good advice. In fact, it is impossible. Yes, our understanding and our underlying humanity should motivate our quest for healthy pluralism. But such a quest must also be built on an empathetic response to our important differences. And that, again, is a point which Adrian Clarkson has emphatically articulated. Pretending that our differences are trivial will not persuade most people to embrace pluralistic attitudes. In fact, it might frighten them away. People know that differences can be challenging, that disagreements are inevitable, that our fellow humans can sometimes be disagreeable. As Madame Clarkson has famously said, and I'm quoting her here, "The secret to social harmony is learning to live with people you may not particularly like." My fear is that talking only about our common humanity might seem to threaten people's distinctive identities, and that can complicate the challenge of pluralism. این مضمون در طی سالهای امامت مولانا حاضرامام در نهادهایی که ایشان ساخته است تجلی پیدا کرده است. از ملموسترین مواردی که کثرت‌گرایی در عمل خودش را نشان داده است حوزه ساخت و ساز و معماری بوده است، که یکی از مهمترین و برجسته ترین حوزه های فعالیت امامت اسماعیلی در طول این 6 دهه است. پرسشی که به طور عادی ذهن مخاطب را درگیر می کند این است که معماری چه ارتباطی به امور دین یا امامت دارد؟ و این همان نکته است که امام حاضر در تمام این سالها برای زدودن ابهام از آن کوشیده است. معماری از معدود حوزه هایی است که در آن می شود حضور و تجلی فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، تنوع و تکثر فکری و اعتقادی و همچنین فناوری و مدرنیت را همزمان دید. معماری ابزاری است مهم برای ابراز بسیاری از دیدگاه‌های کلیدی که در متن هدایت مولانا حاضرامام بوده است. یکی از این دیدگاه‌ها همان است که پیشتر بدان اشاره شده: حفظ توازن دین و دنیا. ساخت و ساز این جهانی در قالب معماری امری است دنیوی، اما شانه به شانه همین معماری دنیوی میتوان ارزش‌های معنوی را نیز دید، بدون اینکه یکی مزاحمت و اخلالی در کار دیگری پدید بیاورد. و تمام نکته همین است که چطور میتوان توازن این دو را حفظ کرد بدون اینکه یکی برای دیگری اختلال پدید بیاورد. بناهای بسیاری را میتوان دید که چنان در آنها فهمی صورتمدار از دین غلبه و سیطره دارد که جا را بر زندگی متعادل دنیوی آدمیان تنگ کرده است. برعکس، با هجوم ساختمانسازی های مدرن اروپایی در 2-3 قرن اخیر، توجه به دنیویت ساخت و ساز از اعتنای آدمیان به جنبه دیرپاتر حیاتشان کاسته است.
امامت اسماعیلی کوششش را صرف بازگرداندن این توازن معقول کرده است، نه تنها در سخن بلکه در عمل و با نهادسازی های پایدار و قابل اتکا با چارچوب و شالوده ای اخلاقی. Thank you.
تا اینجا به کوشش‌های مولانا حاضر امام در ایجاد توازن میان دین و دنیا و همچنین پیشبرد فهمی کثرت‌گرا از دین و عمل به کثرت‌گرایی بدون دست کشیدن از هویت‌های متمایز فرهنگی و اعتقادی اشاره کردیم. بخش دیگری از فعالیت‌های مولانا حاضر امام ذیل یک اعتقاد اصالتاً شیعی پیش رفته است که سابقه تاریخی درازی میان اسماعیلیان و شیعیان به طور کل دارند. شیعیان اسماعیلی باور دارند که عقل جنبه ای دیگر از دین است و باید همواره میان خرد انسانی و ایمان دینی توازن و تفاهمی برقرار باشد. ایمانی که خرد انسانی را نفی کند به ورطه تهجر و خودکامگی می افتد. عقلانیتی که ایمان را مردود می شمارد تبدیل به نخوت می شود. در چنین وضعیت‌هایی نه عقل کارکرد خودش را دارد نه ایمان. هر دو از جایگاه خیش تهی می‌شوند، یا به عبارتی هر دو قربانی خیشتن دوستی آدمی می‌شوند. لذا حفظ توازن میان این دو بسیار کلیدی است. این معنا را مولانا حاضر امام در سخنرانی در خاروخ در تاجیکستان در سال 1995 بیان کردند. The next matter I wish to emphasize today is that in the history of the practice of the faith of Islam, Hazrat Ali emphasized many times the importance of human intellect in the practice of the faith. And the Shia tradition, generally speaking, has attached enormous importance to the development of human intellect as being simply another facet of the practice of man's faith and of his understanding of the greatness of Allah. Therefore, the development of human intellect in society and in the practice of faith within society is a matter to which I attach the greatest importance. چنان که پیشتر از این هم اشاره کردم، این نوع نگاه تنها در حد حرف و سخن باقی نمانده است. امامت اسماعیلی در دوره معاصر و در دوره‌های تاریخی پیشین پیوسته در عمل نیز برای تحقق این توازن کوشیده است. در روزگار معاصر شمار نهادهایی که مولانا حاضر امام برای پیشبرد و توسعه آموزش ایجاد کرده‌اند از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نهادها بودند. اینها شامل مؤسسه مطالعات اسماعیلی، دانشگاه آقاخان، دانشگاه آسیای میانه، آکادمی های آقاخان و مؤسسات دیگر می شوند. و این موارد تنها چند نمونه از نهادهای مختلفی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم به امر آموزش و پژوهش برای پیشبرد دستاوردهای خرد انسانی بها می دهند. و از سوی دیگر مبتنی بر رویکردی هستند که در آن خرد انسانی در کنار معرفت وحیانی قدر می‌بیند. تا اینجا سه محور کلیدی روزگار امامت مولانا حاضر امام را به اختصار مرور کردیم. یک، توازن بین دین و دنیا. دو، ترویج کثرت‌گرایی در عین حفظ هویت متمایز دینی. سه، توازن بین عقل و دین. اما تمام اینها و بسیار بیش از اینها را میتوان در چارچوب مضمونی فهمید که شعار اصلی شبکه توسعه آقاخان است، یعنی بهبود کیفیت زندگی. بهبود کیفیت زندگی انسانها مؤلفه های مختلفی دارد. بهبود زندگی تک ساحتی نیست، بلکه شامل تمامی شؤون زندگی آدمیان فارغ از اعتقاد و باور، جنسیت و نژاد، میزان بهره‌مندی از مواهب دنیوی و تفاوت‌های ملی و فرهنگی می‌شود. کافیست به دنیای امروز ما نگاه کنیم و چالش‌های مختلفی که پیش روی جمعیت‌های نقاط متفاوت جهان وجود دارد ببینیم. الگویی از رهبری که نه تنها دغدغه بهبود وضعیت زندگی پیروان خود را داشته باشد، بلکه نگران وضعیت زندگی دیگرانی نیز باشد که میانشان زندگی می‌کنند، الگویی است کمیاب. تنگ نظری های قبیله‌ای، قومی، ملی گرایانه، اعتقادی یا سیاسی در نقاط مختلف دنیا، حتی در کشورهای توسعه یافته، افق روشنی را برای نسل های آینده ترسیم نمی کند.
در چنین موقعیتی است که الگوی رهبری مولانا حضرت امام چراغ راهی است برای بشریت، بدون اینکه باورهای اعتقادی اسماعیلیان را بر دیگران تحمیل کند. یکی از مضامین مهم امامت اسماعیلی فراملی بودن کوشش‌های امامت اسماعیلی است. امام اسماعیلی هیچ حکومت سیاسی ندارد و آرمان‌های سیاسی بر کوشش‌های انسانی و اخلاقی او سایه نمی‌اندازند. آنچه که تا کنون شرح دادیم شمه ای بود از دستاوردهای مولانا حاضر امام در ایام پربرکت حیات نورانیشان. اما اینها تنها یک جنبه مربوط به جشن ولادت مولانا حاضر امام است که در ظاهر میبینیم و به امامت مولانا حاضر امام مربوط است. این نکته در سخنان خود مولانا حاضر امام بوده است که چه چیزی باعث شادی ایشان میشود. اگر قرار باشد جماعت هدیه ای به امام وقتش بدهد، چه هدیه ای در خور اوست؟ هر هدیه ای در برابر عظمت رحمت الهی بیشک رنگ می بازد، اما
اشاره هایی در سخنان خود امام حاضر وجود دارد. امام حاضر مانند هر پدر و مادری از سعادت و رضایت و خوشبختی فرزندانش شاد می شود. اینجاست که تناسبی هست میان ارشاد و هدایت امام حاضر و التزام جماعت به هدایت های ایشان. شکرانه جماعت بابت این رحمت بی‌منتها همانا تأسی به الگوی حکیمانه زندگی ایشان و کوشش برای بهبود کیفیت زندگی نوع بشر است. شعار مهم طریقه اسماعیلی در ظل هدایت امام حاضر خدمت به انسان است. بار دیگر سال روز میلاد امام حاضر را به یکایک شما خجسته باد می‌گویم. یا علی مدد.